تو سن عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. اتفاقات بسیار مهمی در چند روز گذشته در منطقه اتفاق افتاده، در ایران و ترکیه اتفاقات مهمی پیش آمده و تأثیرات بسیار بزرگی احتمالاً در آینده نزدیک خواهد داشت. پیش از اینکه برم سر مطلبی و بازگویی اتفاقاتی که افتاده و تفسیر موضوع از دیدگاه خودم، از همه شما دوستان تقاضا دارم اگر براتون امکان پذیر هست سایت یوتیوب بنده رو دنبال بکنید و اگر نظری دارید زیر یوتیوب بنویسید، اگر مطلب مورد پسندتون بود لایک بکنید یا شیر بکنید، ممنون خواهم شد، چرا که کمک و همراهی شما به من کمک میکنه که دیگران هم با من در مراوده سیاسی باشن، در مراوده فکری باشن و من هم از دیدگاه دوستان بهره‌مند باشم. در چند روز گذشته اتفاقات مهمی در منطقه افتاده. دو اتفاق در ایران و اتفاقی در ترکیه افتاده و تقریبا دو اتفاق اگر ترکیه را هم در نظر بگیریم و تأثیرات متقابل این مسائل و تأثیراتی که ممکنه بر آینده منطقه داشته باشه. اتفاقاتی که در ایران افتاد، یکیشون حمله تروریستی به سفارت آذربایجان بود که در جریان هستید، یک نفر کشته داد و سفارت آذربایجان در ایران تخلیه شد و سفارت آذربایجان، همه دولت آذربایجان، همه کارکنان سفارت رو به آذربایجان فراخواند. اتفاق دوم حمله پهبادی به تأسیسات نظامی ایران بود که عده‌ای معتقدن اسرائیل بود و عده‌ای معتقدن که آمریکا و حمایت یکی از کشورهای همسایه ایران اتفاق افتاده. دو اتفاقی که در ترکیه افتاده، یکی این است که دولت‌های اروپایی از هموطنانشون خواستن، از شهروندانشون خواستن که ترکیه رو ترک بکنن یا در مراکز توریستی حضور نداشته باشن، چرا که خطر حمله تروریستی در ترکیه هست و تقریبا تمام کارکنان کنسولگری‌های ترکیه، کنسولگری‌های کشورهای غربی در استانبول دیروز و امروز تعطیل شده و کارکنان به سر کار نرفتن چون احتمال حمله قریب الوقوع تروریستی هستش در منطقه. و مسئله دومی که هستش تفکر و ایده رابطه برقرار کردن با دولت بشار اسد و به اصطلاح قطع حمایت از نیروهای اپوزیسیون سوریه هستش. با توجه به موضوع حملاتی که به ایران صورت گرفته و در ایران به سفارتخانه ها صورت گرفته و همچنین بررسی موضوعی که در ترکیه هستش، میتوان رابطه ارگانیکی بین این دو موضوع دید. همینطور شما در جریان هستی که در هفته گذشته مسئله‌ای پیش آمد در سوئد به عنوان مسئله سوزاندن قرآن در مقابل سفارت ترکیه. در نظر داشته باشیم که ترکیه در 4 ماه آینده به انتخابات خواهد رفت و اردوغان انتخابات بسیار سختی رو در پیش داره و من 1 سال گذشته رو تقریبا در تمام برنامه هایی که مربوط به ترکیه بوده این رو اعلام کردم و ادعا کردم که اردوغان حکومت رو به سادگی تحویل اپوزیسیون نخواهد داد و به اصطلاح احتمال جنگ داخلی در ترکیه بسیار بالا است. خبری هم امروز در شبکه‌های مجازی دیدم و اون اینکه ایران دولت اقلیم کردستان رو مسئول حمله به تأسیسات نظامی خودش دونست و اقدام متقابل رو به اصطلاح برای خودش محفوظ دونست و اعلام کرد که احتمالاً اقدام متقابلی خواهد کرد و کردستان، اقلیم کردستان رو مورد حملات نظامی قرار خواهد داد. به هر حال فرافکنی حکومت ایران و فرافکنی حکومت ترکیه در محکوم کردن، متهم کردن به اصطلاح اکراد
در حملات نظامی سابقه دیرینه ای داره. چند ماه پیش در استانبول یک حرکت تروریستی صورت گرفت، با توجه به که تمام شواهد موجود که هم خود تروریست یک عرب سوری بود، هم تمام همکارانش یک عرب سوری بودن، و همین که برادر این تروریست یکی از نیروهای جبهه آزادی بخش ترکیه سوریه بود که تحت نفوذ و آموزش دولت ترکیه هستند، باز هم دولت ترکیه پکاکا و نیروهای کرد رو متهم دونست. این اتفاق معمولا در ایران و ترکیه میفته، هر اتفاقی میفته، هر مشکلی پیش میاد، کردها رو مسبب حمله و مسبب ماجرا میدونن و به اصطلاح حرکت ها رو به سمتی پیش میبرن که کردها رو مورد حمله قرار بدن. به هر حال وضعیت در ایران و ترکیه بسیار مشابه و بسیار وخیم هست. از لحاظ اقتصادی دو کشور بسیار در موقعیت بدی قرار دارن. جنگ سوریه برای هر دوتاشون بار اقتصادی بسیار سنگینی رو داشته و برای به اصطلاح ادامه دادن این جنگ نیاز به پول بسیار فراوانی دارن و هر دوتا در مضیقه مالی هستن. پیشبینی این که در آینده بسیار نزدیک ایران حملاتی رو به اقلیم کردستان خواهد داشت چیز سختی نیست. همچنین پیشبینی این که در ترکیه حملات تروریستی پیش خواهد آمد مسئله سختی نیست. به این دلیل که به اصطلاح در ترکیه نیروهای اپوزیسیونی که الان در مناطق تحت اشغال ترکیه در سوریه قرار دارن از دولت ترکیه معاش میگیرن، حقوق میگیرن و تحت حمایت دولت و ارتش ترکیه قرار دارن. اگر قرار باشه نیروهای دولت ترکیه، یعنی دولت اردوغان با دولت بشار اسد کنار بیاد، یکی از چیزهایی که باید فدا بکنه اینه که این نیروها رو از حمایتشون دست برداره. دست برداشتن از این حمایت باعث میشه که این نیروها از لحاظ درآمد، از لحاظ تأمین اقتصادی، از لحاظ تأمین و تدارکات نظامی، از لحاظ تأمین سلاح‌های نظامی به مضیقه به اصطلاح بیفتند. و یکی دیگه از خواست‌های دولت بشار اسد این خواهد بود احتمال زیاد که این نیروها رو از خاک سوریه خارج بکنه. خب این نیروها اگر وارد ترکیه بشن، با وجود به این همه پناهنده‌ای هم که در ترکیه وجود داره، 6 میلیون سوریه‌ای که در ترکیه وجود داره، بار اقتصادی و بار اجتماعی بسیار سنگینی رو در ترکیه ایجاد خواهد کرد. پناهنده‌های سوری تقریبا بافت اجتماعی مناطقی رو که درش حضور دارند رو تغییر دادن. اکثریت مناطق مخصوصا در مرز بین سوریه و ترکیه تقریبا عوض شده ببخشید و بافت جامعه به شکلی قرار گرفته که ترک ها خودشون در اقلیت قرار گرفتن. پناهنده های سوری در شهرهای بزرگ هم گتوهایی رو برای خودشون درست کردن، یعنی محله هایی رو که به اصطلاح سوری هستن و عرب زبان هستن و از جامعه ترکیه بریده شدند و به جای اینکه در جامعه حل بشن، برای خودشون مناطق سوری نشین و مناطق عرب نشین رو ایجاد کردند و این زنگ خطر بسیار بزرگی هست برای ترکیه. اگر این نیروها به ترکیه برگردن، با تجربه نظامی که دارن، با آموزش سلاح‌هایی که دارن، احتمالاً معضل امنیتی بسیار بزرگی رو در ترکیه ایجاد خواهند کرد و این هم بالاخره گریزناپذیر است، به دلیل اینکه تمام جنگ ها برای رسیدن به صلح است و بالاخره تمام این حرکاتی که ترکیه انجام داده عاقبتش مجبور با دولت مرکزی دمشق کنار بیاد و به اصطلاح زمین هایی رو که تصاحب کرده تخلیه بکنه، نیروهایی که ازشون حمایت کرده دست از حمایتشون برداره، وگرنه صلحی بین سوریه و ترکیه اتفاق نخواهد افتاد. اگر نیروهای بشار اسد حکومت رو از دست میدادن شاید وضعیت متفاوت میشد، ولی بشار اسد با حمایت ایران و سوریه در قدرت هنوز هستش و این در قدرت بودنش باعث میشه که شما برای مذاکره کردن با دولت شام مجبور بشید که یک امتیازاتی رو بدید.
جنگ داخلی در ترکیه بسیار محتمل است، به این دلیل که انتخابات هم به زودی در ترکیه اتفاق خواهد افتاد. نیروهای اپوزیسیون اتحاد ملت رو تشکیل دادن و برنامه بسیار مدون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو به اصطلاح اعلام کردن و برنامه تقریبا 200-300 صفحه‌ای رو به صورت کتابچه بین مردم پخش کردن و در سایت های خودشون گذاشتن. برنامه بسیار مفید و برنامه بسیار زیبایی هستش و احتمالا در هفته دوم ماه دوم میلادی کاندید ریاست جمهوریشون رو هم معرفی بکنن و احتمالاً هیجان انتخابات در ترکیه به اصطلاح بیشتر خواهد شد. همچنین نیروهای طرفدار اردوغان از جو امنیتی میخوان استفاده بکنن. احتمال حرکت‌های تروریستی در چند روز آینده در ترکیه وجود داره. به اصطلاح اون مسئله سوزاندن قرآن در مقابل کنسولگری ترکیه، سفارت ترکیه و به اصطلاح مخالفت ترکیه با ورود سوئد به ناتو احتمالاً نیروهای رادیکال اسلامی رو تحریک خواهد کرد که به سفارتخونه‌ها یا شهروندان غربی در خاک ترکیه حمله بکنه. بالاخره هر حمله تروریستی عده‌ای بیگناه رو هم فدا خواهد کرد. جو امنیتی که پیش خواهد آمد معمولا جوای امنیتی به شکلی خواهد پیش میره که نیروهای دولتی در انتخابات دست بالاتری رو دارن، به این دلیل که هیچ کس هرج و مرج و جنگ داخلی رو در کشور خودش نمیپذیره و سعی میکنه که به سمت ثبات رای بده و نیروهای مقیم در حاکمیت وقتی که به اصطلاح مشغول مبارزه کردن با دشمن خارجی یا نیروهای تروریستی هستند از حمایت مردمی برخوردار میشن. همین اتفاق در ایران بعد از انقلاب افتاد. وقتی که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد نیروهای مخالف هم برای دفاع از خاک وطن به اصطلاح نیروهای جمهوری اسلامی رو، حکومت جمهوری اسلامی رو مشروعیت بهش دادن و در جنگ شرکت کردن. وضعیت ایران هم وضعیت بسیار مشابه ترکیه هستش. این حملاتی که در به سفارت آذربایجان صورت گرفت باعث مشکلات دیپلماتیکی خواهد شد در ایران. همچنین حملاتی که به اصفهان و شهرهای دیگه صورت گرفته و مراکز نظامی مورد حمله قرار گرفتن ایران رو در یک جنگ فرسایشی غیر مستقیم با دولت‌های همسایه و دولت اسرائیل قرار داده و هزینه بسیار سنگینی رو برای اقتصاد ایران و برای نیروهای نظامی ایران تحمیل کرده. همچنین بستن مرز تدارکاتی ایران به سوریه از راه عراق و به اصطلاح مرز سوریه و حملات متعددی که نیروهای اسرائیلی به کاروانهای تدارکاتی جمهوری اسلامی دارن انجام میدن باعث شده که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی و نیروهای بشار اسد به اصطلاح از تدارکات مناسبی برخوردار نباشن. تقریبا تمام مرزهای سوریه برای تدارکات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بسته است و تنها مرزی که تقریبا باز هست مرز ترکیه هستش و این باعث میشه که ترکیه در نوک پیکان حملات متقابل قرار بگیره و وضعیت داخلی ترکیه بسیار متشنج بشه. به هر حال وضعیت منطقه به شکلی خواهد بود که در چند ماه آینده وضعیت تقریبا شبه بحرانی رو خواهیم داشت و احتمال درگیری های فرامنطقه‌ای هم وجود داره. امیدوارم که اتفاقات سختی پیش نیاد و مشکلات بزرگی پیش نیاد، ولی به هر حال وضعیت به شکلی هستش که احتمال درگیری ها و احتمال خونریزی وجود داره. به امید روزی که ما در سرزمینمون دموکراسی رو داشته باشیم و از خونریزی دور باشیم و دنیایی متمدن‌تر و بهتری برای فرزندانمون به ارمغان بگذاریم و به ارث بگذاریم. امیدوارم که برنامه مورد علاقتون قرار گرفته باشه. اگر دوباره در پایان تاکید میکنم اگر براتون امکان پذیر هست برنامه رو شیر بکنید، لایک بکنید و اگر کانال رو آبونه نیستید آبونه بشید و
به من کمک بکنید که مطالبم رو دیگران هم ببینن. و همچنین اگر براتون امکان پذیر هست در کامنت ها حتی اگر یک کلمه هم باشه، یک نقطه هم باشه مشارکت بکنید. با امید دیدار شما در سرزمینی آزاد و دموکراتیک.